Ustad i madhruar, sëvali se u ti darim ke i remishnojim. Salamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, barakatuar, shma khubasin, inshallah, ki khubashin. Në khajbash. Jë sëvali dhe shtam, aja dhar shariati dini mubini islam, isqatu, in khatmi Quranu, shruzisivu, aftavu, qelavu, salpuragi, aja dhar shariati islam, mujud darat, ja nadarat. اگر اینا جواب شبا من بدین جزاکم الله خیر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله سلام تنسا و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته با پاسخ سوال برادر بزرگمان خدمتشان عرض بکنم که در شریعت اسلامی فدیه روزه به نص ثابت هست که روزه اگر میمانه از پیش انسان و فقها نماز به او قیاس کرده اند در صورتی که ضعیف باشه ناتوان باشه این شخص یعنی توان ادا کردن یزیرا نداره. این باز به این برمیگردیم به این موضوع کمی تفصیل میخوام که اینجا عرض بکنم. باقی در باب 30 روز، در باب 40 روز، در باب هفته، در باب سال و غیره ما در شریعت اسلامی کدام دلیلی، کدام سندی، کدام ثبوتی، کدام آدرسی ما نداریم. اگر عالمی میگه حرفی خودش است، اگر مفتی میگه حرفی خودش است، کدام دلیلی موجه یا دلیلی حتی یعنی دلیلی اختلافی هم ما در اینجا از علمای و اسلام صدر اسلام و از علمای متقدمین ما نداریم که در این باب باشه. مسئله آمد در باب اسقاط. امام ابو حنیفه در فقه احناف بلکه اسقاط آنها گفتن که انجام کرده می شود با شرایطی که 7 الى 9 شرایط بر یزو ذکر کرده و یکی در ضمن از اسقاط سر قبر قرآن کریم میبرن، جای نماز میبرن، آنی در این اواخر خرما تقسیم میشه اوجا بعد از اینکه میت دفن شد سوره بقره آغاز و رکوع آخرش خوانده میشه با اونجا یک فاتحه میتیم پس دوباره در اونجا استاد میشون. اینها در شریعت اسلامی هیچ اصل و اساسی نداره بلکه همان اسقاطی که فدیه صوم صلات است از صوم منصوص از صلات از نماز بر قیاسی بر صوم داده می شود و آدرس مشخص که حساب شود چقدر نماز است قیمتی به اندازه صدقه فطر ای داده شود پس ای که تو به میتی و به میته اونجا میبری بالای از قرآن میبانی پیسر از بالا قرآن کریم از پایان حلقه می نشینی دور میتی اینها به اصطلاح از دید شریعت اسلامی فقها ای را بیان کردن آدرس یزیر دوستای ما کسایی که کار میکنن اینها غلط کردن اشتباه کردن آدرس یزیر شیوه یزیر طریق یزیر آنها صحیح نفهمیدن بهتر و خوبتر است که اینها رجوع بکنن به فتوای دارالعلوم دیوبند و رجوع بکنن به فتوای شامی و رجوع بکنن به فتوای عالمگیری در آنجا مدلل و مستند و در فتوای معاصر در عصر ما فتوای محمودی فتوای منبع العلوم این فتوای عثمانی و غیره این فتواها هم که چاپ شده و به زیوری چاپ آراسته و پیراسته شدن در اینها بسیار مدلل و مشرح این مسئله آمده بسیار خوب جزاکم الله خیرا